میخوام بهتون یه فیلم ایرانی معرفی کنم با بازی درخشان الناز شاکر دوست و هوتن شکیبا. پس با من همراه باشین. چی تو این محل بالاتر از ناموسه؟ علی هم که واسه شوهرگری نمیکنه. میگن جن داره. راستی میدونستی جن از دمه مو بالا خوششون میاد؟ ابلق. سلام بچه ها، خوش اومدین به یه معرفی دیگه از چنل خودتون. میخوام بهتون یه فیلم ایرانی به اسم ابلق معرفی کنم که درباره مشکلات و معضلات یک زن در جامعه روایت شده. پیشنهاد میکنم دیدن این فیلم از دست ندین. این فیلم ساخته نرگس آبیار هستش و بازیگران نقش اصلی این فیلم الناز شاکر دوست در نقش راهله، هوتن شکیبا در نقش علی و بهرام رادان در نقش جلال به ایفای نقش میپردازن. داستان درباره زنی به اسم راهله هستش که با همسر و دختر کوچیکش داخل یک محله تو حاشیه تهران زندگی میکنن. شوهر خواهر شوهر راهله، حالا اینجا براتون باز میکنم دیگه، راهله اسم شوهرش علیه، علی خواهر داره، یه خواهرش یه شوهر داره و اسم اون شوهر جلاله که یه کسب و کار خونگی واسه زنای محله ایجاد کرده. جلال یه آدم به شدت هیزی هستش که قطعا نمیشه بهش گفت آدم، اینا لجنن، لجن. بگذریم، حالا اعصاب خودمون رو خرد نکنیم. جلال نگاه شومی به راهله داره که با رفتار و مزاحمت‌هایی که واسه راهله ایجاد می‌کنه باعث میشه تا مردم پشت سرش حرف بزنن و فکرای بد کنن. آخرش هم ما زنا رو مقصر میدونن متاسفانه. ولی در نهایت مشخص میشه که جلال به همه زنای محل نظر داشته. ولی این خانوما به خاطر ترس از آبروشون هیچ حرفی به شوهراشون نزدن و خب پیش خودشون جلال رسوا شد و دیگه بهش اطمینانی نداشتن. نرگس آبیار به خوبی یکی از معضلات بزرگ زنها داخل جامعه رو توی این فیلم به تصویر کشیده و من امیدوارم روزی برسه که همه زنهای کشورم بتونن راحت توی جامعه زندگی کنن و نفس بکشن. مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردین. اگه این فیلمو پسندیدید خوشحال میشم که ما را لایک‌های قشنگتون محروم نکنید. روزگار به کامتون و با امید روزهای قشنگ و روشن و پر از آزادی واسه زنای سرزمینمون.